یا آقای بادکوبه‌ای شاعر طنزپرداز که در ایران به نوعی دزدیدنش برای اینکه به شیراز نره، بله در تهران یک جور آرتیست بازی او رو دزدیدن. خیلیم هنرمند. بله فلان، من از طرف فلان کس زنگ میزنم. فلان کس کی بود؟ فرض بفرمایید مثلا جناب آقای مهندس سهرآبادی، که میدونستم من به مهندس ارادت دارم، میشناسمش و قرار بوده با من باشن. من اینجا نام رو اجازه ندارم بگم، اخلاقم. گفتم خب، گفتن یه ماشین خوب تهیه شده، تشریف بیارید میدون هفته تیر روبروی اون فروشگاه بزرگ، یه جای ماشینتون رو نگه دارید با هم میریم. هم ما چون سابقه داشتیم گفتیم چش. بچه 67 ساله بالاخره گول نمیخوره، چون سابقه بود، چون اونجور گفتیم چش. رفتیم یک ماشین جک، از این نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه، نمیدونم شما چی بشنگید، شاسی بلند نیست. به هر حال دو نفر جوان، خیلی هم ظاهر و صلاح به قول علما، سلام و استاد و دکتر و فلان و نافا با نشستیم. آب میوه، نمیدونم آب معدنی و انگور فلان فلان حرفا را افتادیم. چیزی که من یادم میاد از تابلوی فرودگاه امام رد شدیم. این تا اینجا رو دقیقا یادم میاد. بعد دیگه چیزی یادم میاد؟ بعد دیگه چیزی یادم نمیاد. چه موقع به خودم به خود آمدم، یعنی به هوش آمدم، هر چی بر من گذاشته من نمیدونم، بنابراین دیگه شما هر چی دلتون بخواد فکر کنید. ولی یادتون باشه سعید طوسی نبود اونجا ها. ازم بزرگی که فکرهای بد نکنید. حالا چون اون ظاهرم بیهوش به دردش نمیخوره، از بزرگتون که من 11 و خورده روز جمعه ساعت 11:20-25 به هوش آمدم. کراوات باز شده، خسته جانم. من یادم نیست از که، یعنی پنجشنبه شب ساعتش رو مثلا حدود ده درست شد. 11 و خورده به خودم آمدم، دیدم که روی کاناپه دراز کشیدم، ساکم کنارمه و هیچ که هم نیست. اون برو آل فلان دیدیم یک کارگاه، نه کارخونه چون کلی بزرگ نبود، یک کارگاه متروکه، هیچ کس هم نبود. همون دوستانی که اظهار می‌فرمودن هیچ که نبود. آیا با توری سال دیگه چه می‌کنی؟ سال دیگه با گروه زودتر میرم، در اون جلوتر میرم. شما ما گرز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عارفان یا عاشقان نمیرفسیدیم. شروع در شما جلوش. از بزرگتون که دیگه بقیه شو میتونید حس بزنید با چه حالتی با چه فلاکتی سر به شدت درد میکرد، به ویژه این قسمت و پشت سر به شدت درد میکرد. به زحمت میتونستم خودم رو بکشونم، ولی به هر حال تلاش کردم خودم رسوندم کنار جاده. فکر میکنم حدود 50 کیلومتر تا تهرون فاصله بود، که خب ما اتومبیل های راه گذر نشستیم، اومدیم تهرون رو، بعدم اومدم خودم رسوندم به اتومبیلم. و معجزه بزرگی که اتفاق افتاد که من پشت فرمون ماشین خودم نشستم، تا خونه اومدم ولی نه به کسی زدم نه کسی بهم زده، چون واقعا نمیفهمیدم کجا دارم، نمیدونستم چیه.